اصلا نمیخوایم راجع بهش صحبت باش کنیم. بیار تا من به مدیر برنامهات بگو تا من پینش کنم. آه الان تاثیر دارم یونا. آپدیت لازم داشت آپدیت. الان چقدر خوب شد لایو قبلی، اصلا نمیدونم چی شد. رتم آپدیتش کردم سر با من خیلی حمایت هم کرده. کیه آریان؟ خداییش منم یونا ما با هم شروع فعالیت کردیم تو مدیا، با هم شروع راست. کردیم ما دوستای قدیمی هستیم. من یکی از افتخاراتم اینه که مثلا یونا دوست قدیمیمه و با هم هستن. یکی از افتخاراتم اینه. الهی یکی از افتخاراتم اینه. توی کرگدن با چی که خاطره نداری؟ نه جدی میگم، من یکی از خاطراتم، یکی از افتخاراتم اینه که مثلا دوستای قدیمی که باشون شروع کردم در کنار من هنوز هستن و میگم خدا رو شکر انقدر ثبات اخلاقی داشتم، یعنی انقدر خدا رو شکر کار اشتباهی نکردم که دوستامو دارم. ولی بعضی هم تو مجازی دو روز نشده حتی خودشون هم فراموش میکنن. الان فکر کنم 1,000,000 شده. خب یه پسر و یه دختر، دختر 200 کا بود الان شده 1,700,000 خدا سر شده. یه پسر بود 20 کا. ببین انقدر تو لایوام بالا، خب بعد هی التماس میکرد بیار منو بالا، بیار منو بالا. خیلی خیلی میگفت دیگه، همه عصبی میشدن تو کامنت ها، میگفتن بابا اینو بیار بالا پارمون کرد. الان شده فالووراش 1,000,000. پیجشو بهت میفرستم، نمیخوام اسمشو بگم. ببین زد منو آنفالو کرد، پشمام ریخت. ببین با صدای من دابسمش درست میکرد. بعد همه که با مره دیگه اینجوری آره. خدا شاهده یه جورایی تو این فضای مجازی دست پا میزنن رو سر این اون که به خودشون بکشن بالا. چی میگم؟ دیگه نگاه نمی کنن به پایین، نگاه نمی کنن به اون نردبونی که کی براش گذاشته که اومده بالا. چی میگم؟ آره. ولی آدم باید مرا معرفت داشته باشه کلا. بالاخره مدیا یه روز هست یه روز نیست، ولی آدم ها برای هم میمونن. ایبی جان چیز از سازمان ملل کجاست؟ مشاور سازمان ملل کلا نیستش. دو شبه دو سه شبه نیستش، نمیدونم کجا مشاور سازمان ملل نیستن. نه نه دو سه شبه نیستش، نمیدونم کجا. زود میخوابن، دبلا زود میخوابن. اینجا بچه ها این پیج رو فالو کنید، من دیگه اینجا فعلا لایوم. خب ایبی جان عزیز خیلی خوش اومدی. یونای عزیز، ایبی جان از اینی که مرد هستی راضی هستی؟ صدا نداری، میوت کردین احمق. میگم 1,300 بار این سوال از من پرسیده. خب اب نداره، دوباره بگو. آره 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 100%. چرا که نه؟ از کجای از کدوم پارت از مرد بودنت ناراحتی؟ از هیچ جاش واقعا ناراحت نیستم. افتخارم اینه که مردم واقعا. آره و افتخار میکنی مرد، یعنی کلا همه چالش هایی که بعد مردا داشته باشن و اوکی؟ آره شاید شک نکن. مثلا اینکه میتونی مردها باید همیشه دنبال خانوما باشن، اوکی؟ خب این وظیفه شونه دیگه. بله خب نه هرچی من میگم تو بگو آره اوکی. بله بله خب اوکی. اینی که خرج کنی اوکی یه طرفه؟ بله نه یه طرفه نه، یه طرفه نه، یه طرف زشته اصلا، یارو طرف پرو میشه. آره نه باید همه چیز طبق اصول باشه، نه اینکه هی بریز و بپاشونی بگم چه اینجا خوب نیست. نه دیگه برنامه‌ریزی باشه. نه رو برنامه‌ریزی نیست. ببین آقا ابی، مرد بودن و مرد بودنش دو تا اصول داره در قانون طبیعت. زن زیباییش، مرد پولش. آریان من ببین، اگر کسی دوست داشته باشم روک بگم، دنیایم براش خرج بکنم، دنیایی هم که برایش حالا خیلی کارهای مثبت بکنم، کت هم نمیگزه. میشه میگم؟ چون واسه دل خودم این کارها رو میکنم. خب اینو بهت گفتم دی تا تای حرف من بریدی. آره خب انسان اگر یکی دوست داشته باشه آره
آره دیگه، تو بگو. آره دیگه، خرج یه طرفه دیگه. اوکی. بعد چون مرد در قانون سوال، اگه میتونی به بالا کامنت بزن، مرد یعنی بعد پولش و خانوم هم زیباییش دیگه. بعد کلن خانوم ها یه عادتی دارن که اینجوری، یعنی مثلا من خودم با اینکه میلیاردرم باشم دوست دارم یک مرد برام خرج کنه، چون اون به من قدرت میده، اون به من غرور میده، اون به من خیلی من حس خوبی دارم. با اینکه اصلا شاید بگی مثلا تو اصلا پول تو رو نیاز نداشته باشم، ولی اینی که تو احترام میذاری و به من خرج میکنی خیلی به من قدرت میده. و در مقابلش هم همین دیگه، یعنی شما مردها فقط قدرتتون به پولتونه دیگه. یعنی تو قد بلند باشی، هیکلی باشی، سایز خوبی داشته باشی، ولی وقتی که مثلا پول نداشته باشی هیچی نیست. الان زن شوهرش چیز نمی کنه، باید هزینه کنه. واقعا مرد باید هزینه کنه. آره مرد هر چقدر که زیبا باشه، هیکلی باشه، هرچی باشه، پولش بازم اول حرف اول میزنه. برعکس زن، تو هر چقدر پول داشته باشی، هر چقدر هم که به هر خونه دار باشی، اخلاق داشته باشی، زیبایی نداشته باشی، انداز هیچ ارزشی نداری. باید تصویر بدی سوهل، من تخت اپل تو نمیخوام ببینم. خیلی هم هستن پول ندارن ولی زندگی خیلی خوبی دارن، آرامش دارن. خیلی هم نیستن. خیلی هم پول دارن ولی خیلی زندگی بدی دارن. نه ما پول یه وقتایی دست کسایی میفته که جنبه ندارن. نه ما فرق نیستم. این حرفای آن ادیکیشن، یعنی زیر این حرفایی که تو میزنی مال آدمای بی سوادی ان که دنیا رو ندیدن. کسی که دنیا دیده باشه، تحصیلات ادیکیشن داشته باشه، اسکول رفته باشه، هیچ وقت نمیگه که کسی که پول داره خوشبخت نیست، کسی که پول نداره خوشبخته. ببین education صحبت نکن، مثل آدم های بی سواد صحبت نکن. پول معیار خوشبختیه. کی گفته؟ ما الان من خودم پول دارم خیلی هم خوشبختم، یکی هم دارم پول نداره خیلی هم بدبخته. اصلا قبول ندارم که یکی پول داره خوشبخت نیست، یکی پول نداره چیزه. تو روز شب خودتو داره میکشی لایف بذاری که به یه جایی برسی. جان نه به یه جایی برسی، ما لایف میذاریم مردم رو سرگرم بکنیم. اگر لایوی میذارم که شما نه آقای بی، یکی دیگه کلی میگم، شما نه خودمو میگه. من مثال رو کسی نمیده، من خودمو دارم. من لایو میذارم که مردم سرگرم باشن، لایوامو دوست دارن، خب عشق میکنن کنار من. خب ولی اینم نیستش که همش پول 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 پول، نه همش اینجوری نیستش که تو فکر میکنی. نه عزیز من، من الان خانواده رو میشناسم. تو پول بیار مردن زنده میکنی. بابا از اون قضیه بزن الان اون قضیه به کنار، ولی من زندگی های خیلی دیدم از نزدیک، خیلی هستن الان آنچنان خب پول ندارن ولی دارن دیگه، در حد زندگی خودشو بعد کلی آرامش دارن. باور کنید اونایی که پول دارن خیلی شاید خیلی زندگی سختی داشته باشن، خیلی سخت. بعضی هم نه، ولی بعضی هم زندگی خیلی خوب دارم. اعتقاد ندارم. هر کی پول داره خوشبخته. آره. اعتقاد من اینه. من از آدمای احمق بی سوادی که میگن کسایی که پول دارن خوشبخت نیستن رو رد میکنم و اصلا بهشون احترام نمیذارم و آن ادیکیشن صحبت نمیکنم. من میگم بعضی هاشون. چی میگی؟ قربون سواده. تو که کلن همه جی یه جهشی خب؟ یه بار سمت نمیدونم چیزی میری میگه همه، یه بار میگه مگه میشه همه؟ همه نمیشه. من همه رو میگم. من کسایی که همه کسایی که پول دارن خوشبختن. شاید تو زندگی تو شاید اینجوری بوده. مریض میشی ابی جان؟ دور از جون. کسی که مریض میشه دور از جونش. نه ببین یونا، اصلا کلا میدونم چی میگی. پول دوای درد خیلی چیزاست، ولی بعضی اوقات همه چیزا با همین الان با پول مثلا معلومه. گوش کن با هم با گوش کن ببین ابی رو میتونم چی بهت میگم. گوش کن الان با اگه پول بتونم ابی کون میشه. گوش کن ببین چی بهت میگم. تو که خود از عقدات حرف نزن، خودت عقده ای شدی این کارا رو کردی، اینا رو
نه ببین جدی الان میگم، من الان الان خیلی جدی ها میگم یونا، آره من اگه پول یونا بدم به بیبی کونم میده. یونا یونا الان خیلی ها زندگی خوبی دارن، میگم خیلی ها پول من اگه دارن بیبی پول بدی ولی کونم میده. آرامش تو خونه رو ندارم. من دیدم کی میگم، یارو مولتی تریلیاردره ولی چی زندگی خوبی نداره، آرامشی نداره. از اون ور مرد کلی خیانت میکنه، از این ور زنه فقط حرص میخوره عذاب میکشه، از این ور نمیدونم بچهش فلان چیز شده، از اون ور نمیدونم بابا هزار کثافت هست بابا. ندیدی تو نبودن پول بدبختی میاره، بودنش هم یه جور بدبختی میاره. خب من میگم، من خودم به حدی داشته باشم، چون پول زیاد آدمو خرابم میکنه 100%. خب و اینکه مثلا من میگم یه خونمو داشته باشم، حالا یه جای، حالا یه خونمو داشته باشم، ماشین، یه ماشین، حالا من الان نظرم تو این سن اینه، یه ماشینم داشته باشم دیگه، بقیهش برم سفر کنم، عشق و حال کنم. یعنی دیگه پول زیادی پس انداز نکنم برای آیندم و بچم و فلان و اینا، نه همون خونه و ماشین هم باشه، بقیهش برم عشق کنم. مگه چقدر زندم دوست بعد یه بعد مسافرت یونا بعد یونا سلام سین، یه سوال یونا یه سوال یه سوال میکنم الان. آریان خب بل کن، آریان که بل کن، مغز شرطیده. الان شما بعض توپ توپ باشه بگو، خب مردم باشی ولی قیافه ای نداشته باشی، بعد به نظرتون اون دختری که میاد با تو دوست میشه برای خودته 100%؟ برای پوله. آفرین. پس این اصلا اگر مرد به این پولش بنازه که مثلا با هر دختری بیاره کنار خودش لذت ببره، خب اون چه زندگیه؟ من اگر زش باشم بهترین، ولی پول دار باشم دختره رو بکشونم سمت خودم، به درد چه میخوره؟ درد چه میخوره؟ به نظر من آدم مرد باید خودش ارزش رو داشته باشه، قیافش رو داشته باشه، جنمش رو داشته باشه، تو هر موقعیتی که هست یا با پول یا بی پول کیسش کنار خودش باشه و علاوه واقعا دلی دوستش داشته باشه، نه به خاطر سوء استفاده، نه به خاطر سوء استفاده. ولی الان آریان دنبال چیزه، دنبال یه سری از داستان هاست. آره دنبال یه سری چیز هاست که اصلا تو کتش نمیره، اصلا هیچ چیز رو درک نمیره، ندیده. الفاظی که تو صحبت میکنی به صورتت، به اون حیاتت، به اون رکابیت نمیاد. الفاظی که تو به کار حرف نزن بابا، تو اون تای انبار نشستی با اون الفاظی که الفاظی که به کار میبری به صورتت نمیاد، یه دستی بکش به اون موها تار عنکبوت بسته دور موها، یه دستی بکش به شونه موهای من موشه، یه شونه ای بکش بهش. اصلا این حرف نمیاد، این حرفایی که من میزنم قد تو نیستن که اینا رو بخوای بفهمی و درک بکنی. این چی میگم آریا؟ اینا اصلا نمیفهمی، به کار میبری اصلا به صورتت نمیاد، به صورت من نمیاد، ولی تو به عقل تو اصلا درک نمی کنی این چیزا رو، نمیفهمی چیزا رو من چی میگم. آره تو کری آره تو بیم چشمات رو بستی رو واقعیت. سلام پرنس، خلاصه من سلام، خیلی خوش اومدید. I don't care که من فقط نظر خودم رو دادم که من گفتم پول عامل خوشبختیه و حالا هر کسی میخواد هر جور فکر کنه برای خودش فکر کنه. من حرف خودم رو تو تریبون خودم میزنم و من نمیخوام کسی حرف منو قبول کنه، ولی اینم قبول دارم که اصلا حرفای این آقایی که اصلا اینو که اصلا قبول ندارم، چون من اصلا میخواستم قبول کنم با این هم کلام نمیشدم. کلی میگم این under education صحبت میکنه، این اصلا سواده که بفهمه چیه. یه استکان دستشه، یه رکابی، یه مرد 33 ساله تو جیبش یه ریال نیست داره زر میزنه. تو پول چی میفهمی چیه؟ یونا با سن 22 سالگیش شاب داره، تو 1 تا 5 صبح مثل احمقان نشستی لایف میذاری. تو بعد چجوری میتونی منو درکم کنی؟ من 8 سال فعالیت موفق تو مدیا رو دارم، تو چجوری جرات میکنی با من در مقابل من اینجوری صحبت کنی؟ 8 سال فعالیت موفق که یونا همه میدونن، کسایی که از اول با من تو این استا بودن که تصویر نمیدادن، من داشتم فعالیت میکردم که هر کی منو میبینه این هنوز زنده است. بله
یادم می اومد زیر لایو ها می گفتی ابی جان منو بیار بالا، مثل این تمام این فالوورایی که می گفت یادته؟ آره الان برام بال دم در آوردی، الان بال دم در، الان بال دم در آوردی، نشستی اون منبر، اون چیزایی که داری میگی برای زندگی توه، برای زندگی کسی دیگه ای نیست. تو داری از واقعیت ها فرار میکنی. من مال خودم میگم. واقعیت؟ تو داری از واقعیت ها فرار میکنی. نه من هر چیزی که میگم از خودم صحبت میکنم. صد بار گفتم حرفایی که تو لایو میزنم نه برای زنای تو لایو، نه برای آقایون لایو. من همیشه نظر شخصی خودم رو میگم. هر کی میتونه برداشت خوب کنه، برداشت بد کنه، I don't care. ولی کلا میگم یونا 22 سالش شاپشو داره. آقای سینا همینجور که پناهنده است، سینا جون پناهنده است، دو سه ماه دیگه میره کشور جدید. من 8 سال فعالیت موفق در مدیا رو دارم و اصلا فکر نمی‌کنم که تو اصلا تو نمی‌دونم چجوری جرأت می‌کنی که در مقابل من اینجوری صحبت کنی با من. نگو تو، بگو شما. دهنت عادت کنه. دو من شما. آره آره، بعضی اوقات یه وقتایی میپرم تو حرفت که اصلا نباید بپرم تو حرفت، بذار تو زندگی خودت بمون. آره دقیقاً میرسی. آره میپرم تو حرفت توی که تو عقل سر جاش نیست. آدم درسته. اگر عقل سر جاش باشه دم از همه میزنه؟ نمیزنه. الان کی دم از همه میزنه؟ میدونم میدونم اگر تو عقل درست حسابی داشته باشی دم از همه میزنی، میگه همه خوبن، یه بار میگه همه بدن، یه بار میگه اینن، یه بار میگه اونن. اصلا شده میانگین حساب کنی بگی نه تا حدودی من حرف من تو لایوم تو تریبونم فقط از خودم صحبت میکنم، من به کسی دیگه کاری ندارم. خب تریبون تو ملت اینجان، بچه‌ها هستن، رفیقات هستن، خب خودم من در مورد خودم صحبت میکنم، من کسی رو جمع نمیبندم، اسم در مورد رو میگیرم. خودت صحبت میکنی چیه؟ تو داری در مورد مردم داری نظر میدی، در مورد خودت داری حرف میزنی. خودم رو میگم پول عامل خوشبختی منه. نه این پول خوبه کنار، یه وقتایی میگی مردا همه بدن، یه بار میگی دخترا همه بدن. حالا بگو I'm sorry. حالا یه کوفتی بگو. تو رو خودت تو رو خودت صحبت نکن، انم گرفت من برم برینم بیام یورو صحبت کنم. نگاه انگار یه چوب، یه چوبی داریم، یه چوبی داریم دقیقا مثل خودشه، یه چوب مال چیز هست آریان لاغره. باید هرس زیاد بخوری، یعنی فوت کنی باد میبره اینو. نگاهش کن فایت سرش میگه امساری. خدایا بگم خب بحث ها عوض شد، خدای همه این بحث ها از پول شروع شد. خوبی شما؟ مرسی شما. من معرفی کن خودت، خفشو بسری، شما خودت معرفی کن. یا تو ترفتی مگه منو؟ نه تصویر هم تو اون بار نیاوردم. آره اون بار تصویر تو نداشتم. خوبی؟ مرسی ازنش تو خوبی؟ الان مشکر. معرفی کن خودتو. سینا هستم، ترکیه زندگی میکنم، LGBT هم 27 سالم. یعنی تو نبودی که گفتی گی هم؟ ناره خودم. آه. ولی ما هم فرفر شده امشب. یه سوال، حالا کسی با دوست شده از ایران بیاد ببیند؟ از کجا؟ ایران. از شهر دیگه ترکیه بوده ولی ایران نه، اما من رفتم به یکی دیگر ببینم. از اون موقع که ایران بودم اینجا اومدم. چی بیکاره بره اینو ببینه؟ والا چی بیکاره بره اینو ببینه؟ بله چم ازم اتفاقا من امروز تو لایوت بودم، داشتی لایف میگرفتی. آره چند کامنت هم اصلا گوشتم ولی مشاهده کامنت ها زیاد بود، گفتم فکر نکنم ببینم. فالوت کردم من همون شد. مرسی. بله چم یونا تو شهر شما بود دیگه 6-7 سال پیش. نه خب خیلی هم خوب. الان تو رابطه هستی یا نه تنهایی سینگلی؟ من والا دنبال دوست پسر میگردم، نیست کمیاب شده. آره با شرایطی که شما دارین کدوم پسری میاد با شما دوست میشه؟ خیلی واقعا هست.
تو ایران خیلی یعنی چند تا جفت تو ایران بهت نشون بدم که 6-7 ساله با هم آمدن با هم زندگی میکنم. یعنی یارو جنس حسش مثل خودته یا نه مرد دوست داره کارا بکنه؟ نه مرد ولی به حسش به منه. آها کاش من اینا رو میدیدم باشم صحبت میکرم. حالا واسه چند تا پیج میفرستم باید ببین. نه به دعوتش چون بکنم بیارمشون تو لایوان بالا ببینم سوال ازش نمیام. چی گفتی یونا؟ میگم اصلا نمیتونی تشخیص بدی، بعضیاشون شبیه خودتن، ریش دارن فلان. واقعا تازه فول بات هم هستن اونا. اصلا یونا جون گی واقعی باید شبیه مثلا آدم های مثل ابی و سینا باشن، کسایی که آرایش میکنن. دارم حرف میزنم هم داری یا نداری کلا؟ آیم سیتین آقای ابی میدونم هنوز سوالم تموم نشد. هنوز سوال من داشتم صحبت میکردم. خب شما قبل از که شما سوال کنی من داشتم حرف میزدم. خب هنوز سوالات هم تموم نشده که شما پریدی تو حرف. درست سوالات تموم نشده ولی من داشتم حرف میزدم. بفرمایید. بازم تکرار میکنم اینجا لایو تو نیست که هر کی میاد با هر کی با خودش با دیوارش با چایش با هر کی صحبت میکنه. اینجا 4 تا مهمان است و همه نوبتی صحبت میکنن. عقب شما که بهتر قانون لایو من میدونید. عقب افتاده میایم تو لایوت میگه ابی حرف نمیزنه، میایم تو حرف میزنه میگه ابی حرف میزنه نمیذاره حرف بزنه. ما چیکار کنیم تو عقب افتاده؟ کلا مشکل داری میدونی؟ مشکل آره. دارم اینجا مثل لایوای تو نیست که 3-4 نفر بیان نه تصویر بدن هر کی برای خودش صحبت میکنه. اینجا 4 تا مهمان میاد بالا و 1000 تا بیننده با فیلتر شکن با نتای ضعیف دارن لایو جذاب میبینن. پس هر وقت داری میخوای صحبت چرا... کنی ببین کی داره حرف میزنه. میدونی چرا اجازه بد ندادم حرف بزنی؟ چون مثال زدی رو من عقب افتاده. پسری مثل من به امثال مثل اینا نمیخوره واقعا. نگفتم مثلشان ظاهر شما رو آقای بی نه ظاهر منم که باشه منظور ظاهرت من همین الان صحبت میکردم آقای بی باشه میدونم داری صحبت میکنه. خب حرفتو بزن یا بزن ما حرف بزن که من حرفمو تموم کنم. خب بگو. من گفتم یونا جون گیای واقعی شبیه آقا ابی و آقا سینا از نظر ظاهری هستن. کسی که ببخشید مثلا یک پسری که آرایش میکنه آلت داره و ایوا خواهری هستش اینا گی حساب نمیشن. گی در معنای از نظر علمی یعنی پسری که همه چیزش مرده فقط حسش به جنس خودشه. دقیقا من میخواستم اینو بگم. ایشون میاد میپره پاچه منو میگیره حتی خیلی مثلا درکش نمیکنم. آره من اصلا قبول ندارم یک کسی یک گی بیاد لباس زنونه بپوشه بعد بگه من گی ام. نه that's not true. That's not right. اون درست نیست. آخه این چه واقعی مریضیه؟ آخه این چه مریضیه که پسر درمان میشه واقعا؟ حسشه. ما نمیتونیم حس رو تغییر بدیم. پسر درمان میشه یعنی چی؟ نه وایس. میگم این چه مریضیه که واقعا آدم میفته توش واقعا؟ درمان هم داره؟ مریض نیست. چی؟ مگه مثلا کسی که مادرزادی کور به دنیا میاد مثلا دست خودش بوده؟ نه خب به هر حال سالم به دنیا میاد. من خیلی تعجبم چجوری ابی نون یه لحظه ببخش من خیلی تعجبم نه خب حرفت خیلی زشته. بذار حرف خیلی تموم بکنم. بعد قضاوت خیلی زشت نه حرف خیلی زشت بود. این یه نوع بیماری نیستش. احترام بذار به مهمونای من. بچیه اگه اینام به خاطر من اینجا نشستن دارن تحملت میکنن به خاطر من یه نوع گرایش شد مثلا معرفی به مریضی و اینا نداره. بله خودت با بستیقه الان لای میذاری به خاطر توه مونگو. بله به خاطر من اگه دوستان چی نمیگم یه چیزی بهتون بگم. من تعجب ایبی چجوری داره اینا رو رد میکنه که نون شبش از ایناست. تو الان تو لایبات همه گی و ترنس هم و چجوری اینا رو رد میکنی؟ با چه ربطی داره؟ چه ربطی؟ مثالا که میزنی؟ چی میگی؟ تو لایب میذاری؟ چی میگی؟ همه گیم و ترنس ها رو میاری تو لایبت بعد میگی تو مقابل لایب من بسیار من بچه ها ببین من کار نه لایب من ترنس دختر پسر پیر جوون همه میان بالا گوش میکنی؟
یه سری از بچه‌هایی که وقتی میارم من بهشون احترام میذارم، نه خوب ترانسپرنسا برن تو لایوها یکی دیگه خوب درست حسابی اذیتشون کنن، اونا خوبه داریم احترام میذاریم. مگه داریم چیکار میکنیم؟ داریم باش حرف میزنیم. مریضی شما؟ گفتم مریضی تو؟ گفتم آقایون. آقایون مگه نگفتم آقایون مریضی میگم. حالا من به تو گفتم تو مریضی؟ نه اصلا این ربط نداره وقتی میگیم مریضیه. تو در مقابل من کم حرفتو پس بگیری. من مموریتی تو بعد تو لایوهای من کلی جیر میدی به این و اون، هیچی بهت نمیگم. بعد حالا داری میگی تو بابا تو رفیق نداری، تو چرا ادعای رفاقت در میاری؟ تو رفاقت سرت میشه بالا خواهی این در میاری؟ عقب افتاده. من حرفی ندارم. به یکی این حرفا رو بزن که جنستو نشناسه. بستت دیگه. حداقل برای من نقش بازی نکن تو رو جده. همین که بدنت لرزید برام کافیه، بفرمایید. بدن من چی لرزید؟ عمر. بزن ببین من بگم ببین این رفت به ژنتیک داره و هورمون. خب تو وقتی مثلا به خودت میای مثلا 7-8 سالگی میفهمی که متفاوتی. خب میگم الان ما خیلی گی داریم که اصلا تو نمیتونی تشخیص بدی و حالا دارن تو ایران زندگی میکنن، نمیتونن حتی به خانوادهشون هم بگن، ولی یه چیزای فیس مردونه کاملا اصلا نمیتونی واقعا تشخیصش بدی و یه چیز مریضی نیست که بخواد درمان بشه، حسشه. خب مثلا الان ابی جان شما به دختر حس داری، خب بعد ما بیایم بگیم تو به پسر حس داشته باش، چقدر چندشت میشه بعدت میاد؟ خب مثلا بعضی هم اینطوری هم به دختر اینجوری هم میدونی چی میگن؟ خب چرا آریان یه بار در اومد گفتش که از من مایه نذار، نه از من مایه نذار، نه از بذم من اصلا دارم حرف میزنم. مایه بذار سینا با تو داشت بحث میگه از من مایه نذار. من ال جی بی تی نیستم، من پسری ام که کون میدم. خب آفرین، همون پسری که هستین دارم برای همین دارم میگم. گفت آقا من صحبت نکن شما، از من صحبت نکن. نه ببین آقا تو ببین از من صحبت نکن چون من باش منو مثال نزن، چون من جزء خانواده ال جی بی تی نیستم. اوکی من پسری هستم که کارم اینه. سینا گفت من گی ام، تو بهش گفتی مریضی. از سینا مایه بذار بفرمایید. بذار باشه، من آریان رو نمیگم. یکی بچه ها گفته بود که آره یکی بچه ها گفته بود که من کوچیک که بودم مورد تجاوز قرار گرفتم، بعد دیگه ادمه ای شدم. این چی الان؟ این یونا این چی قضیه هست؟ ببین اینم حالا اینجوری میگه. خب نه میخوام بدونم، میخوام بدونم واقعیت داری یا نداره. آره نه اینطوری نیست. خب ببین بعضیا ببین آره چجوری بگم، بعضیا مثلا مشکل دارن. خب مثلا یه پسره حالا تو بچگی اینطوری شده ولی حسشو به دست آورده، دوست داشته که این کارو کرده. میدونی چی میگم؟ دوست نداشته باشه کسی خودشو میره میکشه که باش این کارو کردن. میدونی چی میگم؟ نمیدونم مثلا چجوری بهت بگنجونم. آره سینا خب سینا گیه خودش. سینا شما توضیح بده به این آقا. آخه اون چیزی که اون داره میگه چیز دیگه است اصلا. خب اصلا از من مایه نذاری. سینا آقا من گفتم یکی رفت. نگاه کن اوکی درسته. آره اصلا به این کسی که ببخشید تو کودکی کونیش گذاشتن و کونی شده مثل من کار نداشته باشید. آقای سینا یه گی واقعی هستن و گفتم من گی ام، شما گفتید مریضی درمان داره. سینا جون جوابشو بده محترمانه. حالا من یه چیزی جدا از این بحث، من میخوام از آریان یه سوال بپرسم. تو به استریت اوبیا اعتقاد داری؟ یعنی به نظر یه چیز درسته یا نه؟ استریت هایی که هر از دلشون میخواد باهات بشن. خب الان من همه کسایی که اصلا ما دیشب بحثش بود، الان همه کسایی که با من هستن استریت های اوبیا. خب جریان اینا چه؟ یعنی اینا ال جی بی تی هم؟ نه اینا ال جی بی تی نیستن، اینا کسایی هم که ببخشید مثلا میخوان در ماه یه بارم خون بدن. خب همون دیگه، مثلا طرف دوست دختر داره، صد تا دوست دختر داره، یه ها دلش میخواد بات بشه. بات بشه آره. خب اینا جز ال جی بی تی هستن منظرم. ابی هم منظورشه؟ نه اینا جز ال جی بی تی نیستن، اینا مثل ال جی بی تی نیستن، اینا
سینا یه گی واقعیه، گی به دنیا اومده با ریش و سیبیل که نیستش به مرد، تموم مثلا من تموم حالا اصلا نه با دختر رابطه داشتم نه لخت دخترم حتی از نزدیک دیدم و هیچ حسی هم ندارم. ابی میدونی دخترها چقدر پیش گیا راحتن؟ یعنی لخ شده باشون. آه دخترها عاشق گیا میمیرن. یه رفیق خوبم. من تو ایران خیلی از دوستان مثلا دختر بودن. مثلا با هم رفتار میکنم. بعد چقدرم اوکی بودن. حتی مثلا دوست پسرم داشتم. ولی مثلا میومد همه چیز زندگیشو به من میگو. با این پسر کارت میکرد به من میگو. با اون کارت میکرد به من میگو. این چیزاشون خیلی خوبه. خیلی راحتن. گلن نمیدونم همیشه بخوان سوالی که چجوری دختر رو اقدر گیا رو دوست دارن، ولی با ترنس زیاد خوب نیست. به امنیت دارن، به خاطر حس امنیت. دقیقا. اما خیلی هاشون جدیدن دوست پسرهاشون رو بور میزن. شده مثلا جایی باشی دختر به تست داشته باشه که مثلا تلاش کرده که تو باش رابطه برقرار کنی؟ نه تو دایرکت هم خیلی شده خیلی پیش اومده. برای مثلا من باور میکنی برای من پیش اومده که پسر بیاد سمته؟ نه پسر نه ترنس. خب زیاد پیش میاد واسه استریت ها به نظرم زیاد پیش میاد برای من مثلا تو حال مستی. من دو سه بار برای من پیش اومده حضوری، خدا شاهده کاری نکرده. یعنی تو تا حالا با جنس موافقت هیچ رابطه نداشتی؟ من به جز دختر به هیچ انسان دیگری حسی ندارم. هیچ نه اصلا کار به حس نداریم. هیچ پسری به نظر من وجود نداره که یه بار امتحان نکرده باشه. هیچ عنوان مگر میشه تو هم شدی آریان؟ از دم بیم یه وقتها یه حرفایی میزنیم به عقل تو من شک میکنم. نگید هم بچگی آدم نه یار آدم کی کار دارم با توی ملع بگو که شدی مثل آدم چی دقیقت از من مایه میذاری؟ آه فکر کردم آره یادم رفت. آه اون بشه بگیر همه فقط از اون من کردیت دم... بگیره بلم کن بیم ایلان بابا یه جور رخ میگیره گه اسم ملخ بیشین سر جاد منگول عرب نه زیدی از اسم من اقعا کردیت نساز برای خودت بیم ایلان تنها بذار هر تو بزن ببین همه رو نگید واقعا همه اونجوری نیست. نه حالا من اشتباه گفتم همه ولی 90% پسرها کار کردم بنظرم. نه بازم حرفت اشتباهه. من 90% بابا میدون 90% آره. چی؟ اصلا کسی نیست که بابا. من دیپ تایمی توی ایران خب بعد من فقط با استریت ها رابطه برقرار میکردم، یعنی پسرهایی که با دختر بود و شاید باور نشه با همین قیافه یا حتی مردونه تر خیلی راحت تو چت مخشونو میزدن و میومدن بکن با اینکه دوست دخترم داره نه پسر خوشتیپ اوکی بدنساز بودن اگر دوستان عزیز آریان شما آریان. یه چیزی بگم یونان جون، دوستان عزیزی که تو لایو بید این پیجی که پین کردم پیج شاپ آقای یونا هستش که خب همش تو اکسپلور میبینید تیشرت های ارزون و خوب و با کیفیتش و اینجا هم که میبینید پیج منه، فالو کنید که هر شب اینجا لایو میذارم هی تکرار نکنم دیگه. بفرمه یونا جون. آریان تو مغازه بودم بعد شریکم مثلا یه فیس مردونه و اینا داره کلن حس به دختر داره، بعد یه ترنس اومد پشمام ریخته بود ازش بگم، اومد گفتش که خب من اینو میخوام با ادا و فلان و بیسار اینا، با من شوخی دستی کرد گفتم دست تو بکش، بعد گفتش که ببین این دوست دخترم اینا داره من روش خیلی کراش دارم، بعد گفتم بابا این اصلا، بعد این شبیه که منم چیز خجالتی هی لباش اینجوری میکرد خب این اینجوری داشت علمن میگفت، گفت من نمیدونم اگه اوکی الان بیا با هم دیگه بریم بالای مغازه فلان کنیم. اصلا ببین انقدر ناراحت شدم براش، از یه طرف ناراحت بودم از یه طرف پشمام ریخته بود، نه به خاطر پولا، پولم نمیخواست، یعنی از اوناست که میاد هفته 3 بار 4 بار خرید میکنه، یعنی چیز نیستش. بعد این گفت نه با من نیستم، بعد یهو به من گیر داد گفت تو چی تو فقط حست به دختر، گفتم برو دیگه برو. اصلا این دیگه علنا اولین بار بود، یعنی قشنگ میگفت ببریم بالا فلان کن بیسار کن.
بر میدونم اینا هستش، ولی برعکس من که من خیلی شخصیت مغروری دارم، حتی باورت میشه تو محیطی که مرد باشه نمیرم که چششون به من نیفته. من اینجوریم، من تو محیطی که مرد باشه نمیرم خدای نکرده چششون نیفته به من پیشنهاد بدن. من بهت قبلا گفته بودم تو باشگاه میرفتم، پسره روبروم تو جکوزی نشسته میگفت سلام چطوری اسمی چیه، گفتم چرا میپرسی، یه اخم کردم خفه بشه، چون من دوست ندارم نه تو محیط کارم نه محیط ورزشم نه محیط خونم این رابطه ها رو بذارم. من اینجوریم. برعکسی که اینقدر حشری هستم و رابطه میخوام، ولی غرورم رو دارم. هیچ وقت نه تو باشگاه نه تو همسایه نه تو محیط کار اصلا این کارا رو نمی کنم. جایی که میخوام برم خریدم رو میکنم، جایی که برم باشگاه و ورزشم رو میکنم، تو خونم هم زندگیم رو میکنم. اصلا اهل این چیزا نیستم و اگه اصلا تا حالا توی زندگیم تا حالا به یک پسرم پیشنهاد ندادم که برم بگم من از شما خوشم، اصلا در شأن من نیست، در اصالت من نیست. چون من اعتقاد دارم یک زن، یکی مثل من باید غرور داشته باشن، همیشه انتخاب بشه، نازشو بکشن. همجور که تاکید دارم مردها باید پول داشته باشن. من رو اصولی که روی زندگی دارم خیلی پایه دارم و خیلی هم هستن، آره براشون فرق نمی کنه ترنس ها یا زن ها یا آقایون که خیلی آویزونن. دیگه چه مدلش بود؟ یعنی اومده مغازه خرید میگه ببریم فلان کنیم، اصلا مگه داری؟ دیگه هست خیلی بکنی دوری هست. اینقدر تو محیط بیرون نبودم واقعا نمیبینم. آره نه، ولی من شخصیتم جوری نیست، من نه نمیکنم، من اصلا همه چی رو رعایت میکنم. اصلا نمیتونم برم تو باشگاه بدم یا برم تو مغازه خرید کنم بگم بریم بالا، نه اصلا در شأن من نیست اینا. من تحمل میکنم تو طرف خودش بیاد پیشنهاد بده، نازمو بکشه، خرجمو بکنه کلا، چون من اینجوریم. ولی خب خیلی هم هستن نه فقط دوستان کارشون یکی راه بندازه. میگم کلن اسمت چی بود؟ سینا درسته؟ اینا این مردایی که حالا من پسر جوان به پست من نخورد، خب این مردای سن بالا یه دو سه بارشون به پست من خوردن، خب اینا که سنشون بالاست اینا چرا اینجوری شدن؟ یعنی اینا فقط میدن یا نه انجامش چجوریه؟ این اکثرا داره، ولی نمیدونم، من آخه هر کسی یه پوزیشن خاص خودشو داره، چیز ثابتی نیست، ولی اکثرا اون سمبالا معمولا با پول و این چیزا میان سمت پسر خوشتی پا این چیزا، مثلا هم که باهاشون باشن خرجشون کن شو گردن. واقعا؟ آره چون من واقعیتش آره به پست من خودود برام سوال بود، آره اصلا میدونم که چی کار رو کنه. ولی خدایی مثلا من خودم به شخصه چند تا ترنس رو میشناسم، یعنی پیجاشون رو دارم، یعنی قشنگ میتونم بگم از 100 تا دوف شاه دوف واقعا دوف دارم. مثلا تو یه همچی کسی بیاد تو مسیرت ردش میکنی؟ یعنی اگه عکس و فیلماش رو بهت نشونم باور نمیشه این ترنس باشم. از 100 تا دختر شاه دارم، از لحاظ هیکل، ظرافت، هر چیزی که فکر کنیم. واقعا یونا من این چیزا رو ندیدم، حسشون هم نمیدونم واقعا چی. آره ابی مجازی خیلی کمک میکنه آدم اطلاعاتشو ببره بالا، خیلی قشنگه، اصلا چیز بدی نیست. میدونم آره آره دومین بار ببینم. آره چون ما تا لحظه ای که چشم باز کردم حسم به دختر بوده و دخترم حسش به ما بود، ولی دیگه این چیزا این قضیه ها واقعا نمیدونم، اطلاعی ندارم. خوبه آدم اطلاعات داشته باشه، یه موقع یکی میاد با درد و دل میکنه این مشکل داره، راحت میتونی راه نمایش کنی. آره. دوستی آشنایی. ولی خیلی بده آدم 33 سالش باشه ولی هیچی حالیش نباشه، ربطی نداره برام، مهم نیست که حالا بدونم یا ندونم، برای من مهم نیست. میدونی چرا؟ چون به این چیزا فکر نمی کنم، به این چیزا اصلا برای من خدا به اطلاعات عمومی خوبه. ببین بلخشان نمیخواد به من بپرونی، این چیزایی که تو میگی به درد من نمیخورم، متوجهی؟ به کار من نمیاد. میشیم آره. اگر هم حالا بدونیم، بازم بدونیم هیچ تأثیری
به روی حال بنده نمی کنه. خب دقیقا دیگه هر کسی دقیقا یه مثالی هست، میگن هر چه داند قیمت نقل نبات. اون من نمیدونم واقعا. دقیقا یه مثالی هست برای بعضی، میگن هر چه داند قیمت نقل نبات، خدا خر و دید شاخ نداد. چه رفتی داره گوش داره. یه چیزایی هستن به درد تو میخورن. میدونی چرا؟ چون اینجوری هستی، دوست داری بدونی، علاقه داری. یکی من علاقه نداره، ربطی نداره. عشقم، اطلاعات عمومی، ادیکیشن، سواد، اطلاعات فرقی نمیکنه. در هر زمینه آدم ها باید اطلاعات داشته باشن. بله، من از روزی که اومدم با این بچه ها آشنا شدم، یونا هر کسی یه جوری متفاوته. بعد آدم گیج میشه لابلا اینا. میدونی چی میگم؟ یکی میاد میگه نان وایبری ام، یکی میگه نمیدونم ترنس بایسکشوال ام، یه بار میگه، یکی میگه نمیدونم چی ام، چی جندر ام، یکی میگه نمیدونم این چیه اینا واقعا. آره چیز بیبی جان، خیلی دنیای بزرگی دارن. آره آره واقعا دنیای خیلی بزرگی دارن. ترنس بدونی بس یا لزبیان؟ آره نه، من به درد من نمیخوره. به درد من آریان شرایطش ایجاد میکنه که این چیزها رو بدونه و به بچه ها بگه. آره من طرفم ایجاب نمیکنه که چیزی رو بدونم. من اطلاع عمومیم خیلی بالاست. به هر حال خداوند توی مسیر تو رو انداخته که باید این چیزها رو بدونی. نه از جانب خودت یه سری حرفا رو بزنی. من خیلی چیزایی که اصلا به من مربوط نمیشه اطلاعات دارم، چون این تو ذات منه. I'm so smart. من خیلی باهوشم. آره میدونم. قرار آره. نیست که تو اطلاعاتی رو که تو در مورد تو بدونی. من در این دنیای هستی در مورد همه چی اطلاعات دارم، و این به خاطر اینه که من ذهن خلاقی دارم، به خاطر اینه که ادیکیشن دارم، به خاطر اینه که باهوشم. ربطی به این نداره که من، ببخشید، من ترنسم، باید در مورد ترنسا نظر اگر که نه. من در مورد همه چی اطلاعات دارم. اگر کسی باهوش باشه و خودشو کامل بدونه، به نظر من اون آدم کاملی نیست. مثل مردم من کامل نیستم. من در مورد همه چی اطلاعات کافی دارم. اطلاعات ناقص داری برای خودت، وگرنه اکثر جمع نمیبندی. بالاخره حرفی دارم برای گفتن. برای دنیای خودت آره داری، برای دنیای خودت بله. Whatever, anyway, who's no, Allah no. آفرین. خدا رو شکر راهی باز شد رفت توی یه کشور دو تا کلام یاد گرفت. آفرین. اصلا بحث اون نیست. اطلاعات عمومی به کشور ربطی نداره. چی ربط داره پس؟ اطلاعات عمومی یه چیز ذاتیه که انسان‌ها با آدمای باهوش در مورد با صحبت با دیگران در مطالعه کردن یاد میگیرن و تجربه‌های دیگران. اطلاعات کدومش رو نداره؟ اطلاعاتی که تو اصلا واقعا نمیفهمی چی هم، تو یه چیزایی میگی که با عقل انسان جور در نمیاد. مثلا اگه اشتباه باشه ولی در موردش صحبت کنی خوبه. آره خوبه. آره شرم. ممنونم. نرسی. بهت میخوره، حتی نمیتونی روخت میخوره از این حرفا بزنی. من یه شیر بیارم شیر صحبت کن. بره شیره تو بیار. لیوان چای از دستش نمیافتم. این از بس چای میخوره. خب از بس چای میخوره. من خدا شاهد چای میخورم به خاطر سیگار. اگر سیگار نکشم یه لیوان چای هم نمیخورم در روز. شاید در روز شاید سه لیوان، اونم صبح زور شب چای بخورم به خاطر سیگار میکشم. باید آریان از من با فلکسش کنار دستش باشه. آره این میده من آره کلن خوبه. یک کلن توی دنیایی که آدم زندگی میکنن، آدم باید اطلاعات عمومیش خیلی بالا باشه، حتی به غلط. تو در موردش باید صحبت کنی که یاد بگیری، و من اینو یاد گرفتم. خب از بس که لایو گذاشتم، از بس که با آدمای مختلف نشستم و خواستم ازشون هر چیزی یاد گرفتم و الان میتونم صحبت کنم. ولی مثل یونا جون تو خونه بوده، خیلی اهل بیرون نبوده، حتی یه چیز کوچیک میبینه براش تعجب داره. ابی هم همینطور تو جامعه نبوده، همین از ساعت یک شب تا صبح همین حیات بوده. خب بس. چی میخواد یاد بگیره؟ ادیتیشن اسکول نرفته، زیرو اوکول نرفته. خدا خدا رو شما جایی نگشتیم، ولی بعد خوب و تشخیص میدیم. توی که افتادی تو اون انبارید چرت و پرت میگی، اونم از تنهاییته، دوچار توقع
هم میزنی نمیدونم این میزنی به اون اون میزنی یه حرفایی میزنی که اصلا این مال عوارض تنهایی تا واقعا جدی میگم چون تنها هستی آره اگر تنهایی آدم ها اینقدر باهوش میکنه من حاضرم تا آخر عمر تنها بشم. لابد زیاد هویج میخوری خرگوش عدسم زیاد میخورم نه عدس نه یونجه بخور یونجه من از دوش نبار آقا سینا شما که گی هستید و وقتی که یک اول تایپتو بهم بگو آیا شما پوزیشن تو با طرف مقابل مچ میکنید یا نه پوزیشن ثابت دارید؟ من خودم به باد شدن خیلی علاقه دارم. خب میدونید یه چی این یه چیز پاپولر یعنی کامن هست، کامن یعنی مشترک در انگلیسی بهش میگن، مثل اینه که یکی بگه مثلا من قرمه سبزی دوست ندارم. خب ببینید قرمه سبزی یه غذای مورد علاقه است، خب که همه دوست دارن بخورنش، مثل کوبیده، مثل کباب، حالا هر چیزی، پیتزا. باد بودن هم یه چیزیه که همه دوست دارن باشن، حتی استریتا. خب نه یعنی خیلی چیز نمیده، منظورم اینه که پوزیشنم باته دیگه. خب تو پوزیشنت باته ولی میتونی چنج کنی برای طرف مقابل اگه بخواد. داره اگه بخواد یعنی تاپ هم میشی. آره ولی حسی ندارم به تاپ شو. تاپ نداری ولی چیز داری، نوز داری. خب اوکی، بعد الان من یه سوالی دارم در مورد گی ها. شما که میتونید تاپ بشید برای آقایون، چه فرق داره اگه برای یه خانم تاپ شید؟ خب دیگه حسی نیست اون وسط که بخواد تاپ شه طرف. خب میخوام هم به اکسپلین کن لطفا. خب نگاه کن مثلا چجور من رو ابی مثال میزنم، انگار الان بله. ابی بهش بگن که خب الان یه پسر جلو تو باش رابطه داشتش میتونه؟ نه حسی نداره. با کله کون میده. حالا چرا از جان من داری گو میخوری؟ چرا از جان من داری حرف میزنی؟ مگه من اونجا داشتم توضیح میدادم بعد گفتم آریان چرا من از من حرف میزنی؟ خب چرا گوی منو میخوری؟ چرا نخورم؟ خب چرا نخوری؟ چرا نخورم؟ نه خدای منطقی جواب دادم. آخه سوالت بی ربط بود. وقتی آدم به یکی حس نشته باشه نمیتونه باشه رابطه جنسی داشته باشه. آخه من مغزش مریضه. خب چرا نخوری؟ بی خود میکنه از جان من حرف میزنه. چرا؟ وای نه؟ چرا که نه؟ اینجوری بود همه رو آره آره ما جون مادرت یه قشنگ توجیش میکنیم بند خدا رو عقب افتاده. خب نه میخواستم مثال نزن عشقم، مثال نزن مثلا اینو نه خودت رو بگو میخوام گفتم تو چرا ساعت 3 تازه صحبت برم گرم شده مجلس آقا ساعت 3 فردا خواب میمونم. چقدر لایوت لایوت مونده فکر کنم یه ساعت شد. نه 4 ساعتیه من لایوم 4 ساعت شد ولی 50 دقیقه گذشته یک ساعت حتما نشدن. حالا 10 دقیقه دیگه بمون بعد برو دیگه. تو میتونی چیز کنی، تطبیق تو ببندی، کاراتو میکنی، صورتتو میشوری، مسواک میزنی قبل از خواب؟ زدم اوکی. دوستان عزیز تا چیز اینجا هستش تا داش یونامون هستن این پیج شاپش رو فالو کنید، منم فالو کنید، اینجا لایف میذارم. سینا شما از کسی رو مثال نزن. سلام خانم نادیا عزیز، خیلی خوش اومد نادیا جون. یک 5 دقیقه دیگه آقای یونا میره، دوستشی باش بیارم. اگه میخواید اگه دوستات میخوان بیان بالا بگو، منم میاستم میرم پایین که دوستات بیان اگه میخوان بیان. نه یونا میخواد بخوابه تو که بیداری. یونا جون اگه میخواید بری برو، هیچم مزاحمت نمیشم. دوستای من بزنی رو اسم آریان، آریان نشون بده اون بالا رو، بالا اینجا رو اونجا بزنی، 4 تا آیدی میاد دوستشید فالو کنید. لایو های آریان خیلی باله، دو تا چیزم یاد میگیرید، میخندید، حال میکنید. حالا چی میکنم اینکه به یه کسی یه چیزی میدم وظیفه‌مه. خب اوکی بچه ها نادیا الان میارم. عشقم مرسی که بودی، من نادیا رو بیارم دیگه.
دورتون بگردم، شبتون بخیر. شبت بخیر. سینا جون شما از کسی رو اسم کسی رو نیار و از طرف خودت بگو. میگم شمایی که میتونی تاپ بشی چرا بازه همون هم به زور بفن. چون که میگم حسی ندارم به تاپ شدم اصلا. آخه ببین بات بودن مثل اینه که به یک مرد بگی سر کار نرو. خب هیچ چه مردی دوست داره پوزیشن دیگه با. میخوای 100 تا مرد و واسط بیان پوزیشنشون فول بات باشه، یارو 2 متر قدش 8 تا پک داره. خب بفرمایید. خب بگو تو اکسپلین کن برام. بعد دیگه همین کردم دیگه. سلام بانو نادیا رفتش. نادیا یه بچه ها مثلی که نادیا فالو میکنیم هر شب لایف داریم. نادیا بند خدا کلن پرید بچه بات یعنی مفعول به قول خیلی ها. چی شدی نادیا؟ یعنی فاعل. چرا این چطوریه؟ های چطوری؟ خوبی؟ سلام بسیار بانوی زیبا نادیا عزیز، خیلی خوش اومدید. سلام، ولی تصویرتون رو من ندارم، صداتون رو. آره بار اول داشتم. نادیا چطوری؟ آره منم بار اول داشتم. خوبم، چطوری شما؟ خوش اومدید. نادیا اگه بشینی خیلی بهتره، چون اذیت میشم وایستادی. هی فکر میکنم من به جات وایستادم. ایستادم. خب اشکا من الان نمیتونم. میخوای کسی دیگر رو بیار بعدم که میتونم بشینم؟ نه نه نه، فقط خودت اذیت نشی، پاهات درد نگیره. نه اوکی. اوکی پس با... میرم پایین که بچه شو رفتم بالا میام پایین میشینم. What do you mean? Honey, when my children go to sleep, I'll go downstairs so I can sit down. They're loud. They're from up here. Okay. فعلا هست. خب اوکی. بفرمایید آقای بی، داشتین صحبت می‌کردین. چی کار می‌دارید؟ بذار بچه‌ها راحت باشن دیگه. اگه مثل معلم مهمی، تو بشین اونجا، تو بشین این بر، تو بشین اون بر. چی کار داری؟ بنده خدا. نادیا جان خیلی خوش اومدی. نادیا. سلام ابی جان، خوش اومدی خواهر. متشکرم. حالت خوبه؟ سلامتی؟ سینا جانو می‌شناسی؟ نه، اولین بار می‌بینمش. من خیلی دوست داشتم. منم اول میدیدمشون ولی تصویرشو ندارم. از طرف من سلام نادیا جان. آریان تو یه دفعه دیگه بیام؟ نه دیگه ولش کن، آخر لایو بفرمایید. خوش اومدی. میگم سینا مثلا الان به کسی که مثلا نادیا باشه حسن داری؟ من کلن تایپ هم همشون کسی که واقعا تایپ منه مردون است، یعنی باریش داشته باشه، عادی باشه، بعد خیلی نورمال باشه، یعنی حالت نداشته باشه اصلا، یعنی بدون ریش کنکله. درسته؟ کلن مردونه دوست دارم. مثل خودت ابی، مثل خودت عزیزم. میدونم. نه کلن سوال بود برام، حالا نه تنها تو، مثلا بچه های دیگه دوستم اینا حسی داره نداره. به هر حال چند وقت اینجور شده؟ هم کلن روزی که به دنیا اومدی و متوجه شدی که جنسیتی، همون موقع دیگه متوجه شدی؟ آره نگاه کن، کلن LGBT ها از یه سنی متوجه میشن از حسی که دارن، به قول ما خودشون رو پیدا میکنن. یکی از 7 سالگیه، یکی از 5 سالگیه، یکی از 20 سالگیه، یکی تو 40 سالگی متوجه می، اصلا چیز مشخصی نیست. من خودم میشه گفت از 14 سالگی متوجه شدم. بعد به هیچ عنوان دختر اصلا تجربه نکردم. موقع هم که سنم کم بود، مثلا چون میدونم توی جمع رفتم فقط نگاه من سمت پسر، یعنی اصلا چیز چجوری بگم مشخصی نبود که بگم نه حالا دختران نگاه میکنن، نه
اصلا بچه های فهم مثلا فقط به پسرها فکر میکردم، پسرها نگاه میکردم، بعد اونجا فهمیدم که کلا حس من به پسر هست. ببخشید نادیا عزیز، شما که رفتید دکتر رفتید، شما یک وقتی هستوری زندگی شما رو نگاه کردم و شما به من اکسپلین کرده بودید که وقتی که بعد پسر بودید هم سینه داشتید، بعد چرا تخلیه کردید سینتون رو شما که در یک کشور آزاد بودید؟ چون که عزیزم ببین، خب که بچه هستی مثلا شاید حس داشته باشی به بعضی چیزا، ولی میدونید تو مدرسه مثلا یه پسر 7 ساله 8 ساله سینه داشته داره در میاره، واقعا چیز مثلا جالبه نیست. مثلا میخوای شنا کنی، مثلا پیرن در میاره سینه داره در میاره، بچه عدد میکنم اگه تو مگه پسر نیستی میدونی. و من که 20 سالم شد، چون که قیافم پسرونه بود، واقعا خجالت نکشیدم، شاید دروغ بگم. مثلا خودم okay. ابی جان چند سوی سینه زنونه داشته باشه رو قیافت، میدونی کی دوست داره؟ اوکی، this is a real question. چند سالت بود که متوجه شدی سینه داری؟ نه ببین، سینه که از من یادم 7 سالم بود، یه دفعه تو دستشویی بودم تو مدرسه، یه نگاه کردم دیدم نه سینه که 7 ساله نه، بعد دیدم یه چیزی داره کوچیک داره در میاد، این چیه؟ خیلی ناراحت شدم و اون موقع مثلا نمیدونستم مثلا دخترونه بود چه، گفتم این چرا اینجوری شده. بعد من که تو سن بلوغ رفتم سینه هم داشت، مثلا دختر سن بلوغ داشت مثلا باد میکرد نوک سینه هم. بعد تو 17 18 سالگی 20 سالگی دیگه سینه مثلا ای کاپ، نه خیلی گنده، ای کاپ داشتم و خیلی خجالت میکشیدم ازش، عشقم تو لباسم نشون میداد، قیافم پسرونه بود، رفتم عملش کردم. ای کاپ میشه به سیسی میشه 150، نمیدونم خواهر میتونی یه چیز بگم؟ میگم آره من نمیدونم چیزای ایرانی بلد میشه با دست نشون بدی که در سن 17 18 سالی که بلوغت بود سینه چقدر بود؟ با دست نشون بده برام. نه چون من سایزشو بگم. نه بابا چون مثل یه چی، مثل یه نارنجی. خب اوکی، میخوام اینجا بهت بگم شما ببین ابی، لایو اول که قطع کردم لایوم دوباره شد 1 ساعته. شوخی میکنی؟ آره من لایوم 4 ساعته بود، خوشحال شدم دوباره شد 1 ساعته. اب نداره، حالا تو لایو ای بی بیشتر صحبت میکنیم. من افکتم آره بالا نمیاد اصلا. دوستان بیاین تو لایو، لایو بعدی بیاین تو لایو خودم، اشکال نداره، همین هستی که هستی به خدا هیچ تغییری نمیکنی.